به هنگام تصمیم و اقدام در دقایق حساس زندگی، انسانهایی که توانایی بررسی اعمال خیش را دارند به اراده های قوی دست می‌یابند. هیچ عظمتی در صورت نبود سادگی، نیکی و حقیقت وجود ندارد. حقیقت مانند طلاست، آن را نمی‌توان به دست آورد جز با زدودن ناپاکی ها. لئو تولستوی. لئو نیکولایویچ تولستوی یک فعال سیاسی اجتماعی و از نویسندگان نامی تاریخ قرن 19 روسیه به شمار میاد. رمان‌های مشهور او جنگ و صلح و آنا کارنینا از بهترین ادبیات داستانی جهان هستند. تولستوی در روسیه هواداران بسیاری دارد. سکه طلای یادبود برای بزرگداشت وی ظرف شده است. تولستوی در سال 1828 میلادی در جنوب مسکو و در خانواده اشرافی متولد شد. پدرش کونت گراف نیکولای ایلیش تولستوی و مادرش شاهزاده ماریا والکونسکایا بود. اما او مادرش را در 2 سالگی و پدرش را در 9 سالگی از دست داد و پس از آن عمه‌اش تاتیانا سرپرستی او را به عهده گرفت. او در سال 1844 میلادی در رشته زبانهای شرقی در دانشگاه قازان نام نویسی کرد. اما 2 سال بعد در تاریخ 1846 میلادی رشتهش را تغییر داد و حقوق را برگزید تا با کسب دانش وکالت به زندگی نابسامان 350 کشاورز روزمزد که پس از مرگ پدر و مادرش به او واگذار شده بودند رسیدگی کند. تولستوی می‌خواست با بهبود وضعیت کشاورزی از رنج کشاورزان بکاهد. تولستوی در سال 1847 میلادی دانشکده حقوق را هم رها کرد و به زادگاهش بازگشت. سال 1851 در ارتش نام نویسی کرد و به مأموریت قفقاز که در آن زمان تازه به دست روس‌ها افتاده بود رفت. در تابستان همان سال اثر خود کودکی را نوشت. این داستان سال بعد در مجله معاصر چاپ شد. بودن در جنگ دستمایه‌ای برای رمان‌ها و داستان‌های او گردید. دریافت‌های این دوران را در داستان حکایت‌های سباستوپول منعکس کرد. تولستوی در این داستان‌ها تلاش کرده با بهره‌گیری از دریافت‌های خود که در جنگ تجربه کرده چهره دیگر از آن را نشان دهد. او حقایق پشت پرده جنگ را به نمایش گذاشت. در سال 1856 از ارتش کناره‌گیری کرد و به زادگاه خود بازگشت. پس از آن سفری به کشورهای فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا و سوئیس را آغاز کرد. در سال 1858 میلادی داستان 3 مرد را منتشر کرد و در سال 1859 دبستانی برای کودکان و دهقانزادگان ساخت. پس از جنگ تولستوی به فکر ساختن دوباره آموزش و پرورش روسیه بود. لئو تولستوی دلبستگی ویژه‌ای به آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان داشت. در سال 1857 او با چهره‌های سرشناس اروپا مانند چارلز دیکنز و ایوان تورگینف دیدار کرد. آنگاه به پیروی از ژان ژاک روسو دست به یک رشته نوآوری‌های آموزشی زد و به پایه‌ریزی دبستان در روستاها پرداخت. لئو تولستوی در نامه‌ای به یکی از خویشاوندانش که سرپرستی کارهای دربار و پیشکاری زمین‌های تزار روسیه را بر عهده داشت نوشت: هرگاه به مدرسه پا می‌گذارم با دیدن چهره‌های آلوده و تکیده، موهای ژولیده
و برق چشمان این کودکان بینوا دست خوش ناآرامی و بیزاری می شوند. ای خدای بزرگ، چگونه می توانم آنها را نجات دهم؟ نمی دانم به کدام یک کمک کنم. من آموزش و پرورش را تنها برای توده ها می خواهم تا بتوانم پوشکین های آینده را از غرق شدن رهایی بخشم. پس از آنکه مدارس از سوی اداره سلطنتی تزار تعطیل شد، تولستوی به انتشار کتاب‌های سرگرم کننده با ترکیبی از علوم انسانی، همچنین داستان‌های آموزشی به ویژه داستان‌های ازوب پرداخت. او کودکان را به ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و معنوی آشنا کرد. میلیون‌ها کودک روسی تا دهه دوم قرن بیستم با آموزش الفبای تولستوی سال اول دبستان را آغاز نمودند. با اتخاذ این روش، تولستوی توانست در جنبش اصلاحات آموزشی و ایجاد مدارس آزاد مؤثر واقع شود. تولستوی از سال 1862 میلادی از 34 سالگی به بعد رمان‌های جاودانه جنگ و صلح و آنا کارنینا را نوشت. Russia. The time has come, gentlemen. Sound the advent. وی در دفتر خاطراتش در سال 1850 چنین نوشته بود: چیزی در درونم زبانه می کشد که بیش از نیکی دلبسته آنم، شکوه و بزرگی. همسرش کمک بسیاری به او در نوشتن کتاب ها کرد. از جمله نوشتند که 1400 صفحه از پیشنویس جنگ و صلح را بیش از 7 بار پاک نویس کرد و این کمک بسیار ارزشمندی به تولستوی بود. جنگ و صلح رمانی طولانی است که در آن بیش از 580 شخصیت به خوبی بازگو شدند. این کتاب یکی از معتبرترین منابع بررسی در تاریخ سیاسی اجتماعی سده 19 امپراتوری روسیه است. جنگ و صلح شرح مقاومت روس‌ها در برابر حمله ارتش فرانسه به رهبری ناپلئون بناپارت است. Leo Tolstoy's War and Peace was published, still regarded as one of the world's greatest works of literature. Russia, in support of nationalist revolts in the Balkans against Ottoman rule, went to war with the Ottoman Empire once more. منتقدان آن را یکی از بزرگترین رمان‌های جهان می‌دانند. این رمان زندگی اجتماعی و سرگذشت 5 خانواده اشرافی روس را در دوران جنگ‌های روسیه و فرانسه در سال‌های 1805 تا 1814 شرح می‌دهد. اوج داستان حمله ناپلئون به روسیه، آتش‌سوزی مسکو و عقب‌نشینی و نابودی ارتش مهاجمه است.
تولستوی متولد 1828 بود و ماجراهای جنگ روسیه و فرانسه رو خود ندیده بود. از این رو بسیار مشخصه که مطالعات بسیاری کرده بود و زحمت بسیاری برای نوشتن رمان جنگ و صلح کشیده. به خصوص که رمان جنگ و صلح حاوی صحنه‌های دقیق زندگی و جنگ مردم روسیه است. جنگ و صلح همچنین در بردارنده دیدگاه‌های فلسفی نویسنده درباره زندگی و تاریخ است. این رمان که نوشتنش 6 سال زمان به خود اختصاص داد، واقعیت‌های جامعه روسیه رو در قرن 19 هم به خوبی روشن کرد. رمان دیگر تولستوی آنا کارنینا است. به گفته تولستوی، آنا کارنینا اولین رمان واقعی او و یک داستان حماسی منصور است. تولستوی در اوج سرشناسی دچار سرگشتگی و ناامیدی از بهبود وضعیت جامعه شد. او به عنوان عضوی از اداره کل آمار و سرشماری در مسکو در سال 1882 میلادی با فقر روزافزون کارگران که در برابر محرومیت روستاییان گسترده تر بود آشنا شد. او برای کمک رسانی به کشاورزان و پیشگیری از مهاجرت اونها به شهرها سازمانی برای پشتیبانی از روستاییان ایجاد کرد. هدف او کمک به روستاییانی بود که محصولاتشون به دنبال پیشامدها و آفتهای طبیعی آسیب می‌دید. از دیگر کارهای اجتماعی تولستوی پشتیبانی از زندانیان سیاسی، دینی و سربازان فراری بود. از سال 1881 میلادی به بعد با بررسی‌ها و پژوهش‌های بیشتر در زمینه ادیان گوناگون گرایش‌ها و وابستگی‌های دینی وی بیشتر شد و از همین رو به ترجمه دوباره انجیل به زبان روسی پرداخت. برخی نوشتند که بر طبق مدارک و شواهدی که برای مدت طولانی به صورت مخفی نگه داشته شده بود، تولستوی در اواخر عمر علاقه بسیار زیادی به آیین اسلام پیدا کرده بود و رساله‌ای درباره حضرت محمد نوشته بود که برای مدتی طولانی اجازه انتشار نیافت تا اینکه در سال 1990 به زبان روسی منتشر شد. نوشتند که هرچه شهرت تولستوی در خارج از روسیه بیشتر میشد، برعکس در داخل روسیه مورد طعن و لعن دولت و مراجع ارتودکس قرار می گرفت. نوشته های او پیش از انتشار توقیف می شدند. شایعه روانی بودن او به سرعت پراکنده می شد. پلیس تزاری او را زیر نظر گرفته بود. هنگامی که به پشتیبانی از مریدانش برخاست و برای آزادی آنها از بازداشت تمام مسئولیت ها را که به عنوان مدرک جرم مطرح بودند به عهده گرفت، به او گفتند جناب کنت، جاه و جلال شما به قدری بزرگ است که زندانهای ما گنجایش آن را ندارد. علاوه بر فشارهای حکومت، سختگیری‌های پلیس تزاری و توقیف پیشنویس رمان‌هایش در سال 1908، مشکلات خانوادگی هم مزید بر آن شد. تولستوی در آخرین روزهای حیات خود به اتفاق پزشک خانوادگی و دختر کوچکش همسر خود را ترک کرد و به جنوب روسیه سفر کرد. این آخرین سفر تولستوی در تاریخ 7 نوامبر 1910 در ایستگاه راه آهن آستاپافو به پایان رسید. 2 روز بعد تولستوی در زادگاهش به خاک سپرد.